زنده دل نجف دریابندری بامداد امروز زنده یاد شد. نجف دریابندری نویسنده و مترجم صاحب سبک ایرانی 60-70 سال بود که مورد توجه و علاقه کتابخانه‌های ایران بود. 90-91 سال پیش در شهر آبادان متولد شد. در اونجا در زمان تحصیل در سال سوم دبیرستان ناگزیر شد ترک تحصیل کنه و به کار بپردازه. حضور انگلیسی ها در تأسیسات نفتی شهر آبادان و تردد آنها آمده شدشون در سطح شهر موجب شد که نجف نوجوان به زبان انگلیسی علاقمند بشه و خود پیش خود به زبان انگلیسی به فراگیری زبان انگلیسی بپردازه و خدا مخته زبان انگلیسی شد، به طوری که با اعتماد به نفس شگفت‌انگیزی در سال 1332 در 23-24 سالگی عمرش دست به ترجمه کتاب مشهور ودا با اسلحه زد و به این ترتیب ارنست همینگوی نویسنده نامدار رو به کتابخانه‌های ایرانی معرفی کرد و سال بعدش پس از حوادث بعد از 28 مرداد دستگیر شد و به زندان افتاد و یک سال پس از زندانی بودن به زندان تهران منتقل شد و در زندان هم به کار ترجمه پرداخت، به مطالعه پرداخت. 4 سال در زندان بود. یکی از شاهکارهای ترجمه‌اش را در زندان انجام داد. کتاب تاریخ فلسفه غرب اثر برتراند راسل را در زندان ترجمه کرده که این کتاب توسط انتشارات سخن به انتشار رسیده، چاپ شده و کتابی بوده که شهرت نجف دریابندری رو چندین بار بالاتر برده. در سال 1337 پس از تحمل 4 سال زندان رو ترک کرد و یکی از سردبیران انتشارات فرانکلین شد. انتشارات فرانکلین بهترین مکان بود برای نجف که به کار کتاب و ترجمه بپردازه و پرداخت. کتاب پیرمرد دریا را هم در اونجا ترجمه کرد، اثر ارنست همینگوی رو، و کتاب پرخواننده هاگبریفین اثر مارک توین رو هم ترجمه کرد که یکی از کتاب‌های مورد علاقه سنین نوجوانی خود من بود که بسیار لذت بردم از اون ترجمه و از اون نوشته. 17 سال در مؤسسه فرانکلین بوده و بعد هم در رادیو تلویزیون ملی ایران به عنوان مترجم فیلم‌ها و سریال‌ها به کار پرداخت و به کار ترجمه ادامه داد. کتاب پرآوازه مشهور یک گل سرخ برای امیلی یکی از ترجمه‌های پرخواننده او بوده و کتاب‌های دیگری که او ترجمه کرده. یادش بخیر، یادش گرامی بود. اما قبل از اون باید اشاره بکنم، به خاطر این گفتیم زنده دل، که نجف دریابندری در کنار این آثار ادبی و فرهنگی خودش کتابی نوشت تحت عنوان کتاب مستطاب آشپزی. این کتاب در واقع یک نوع کتاب اثر دل بود با همسرش فهیمه راستکار. این کتاب چاپ شد بارها و بارها تجدید چاپ شد. تعداد چاپ این کتاب هنوز معلوم نیست. همه دست به چاپ این کتاب زدن و جالبی که از در همه آشپزخانه ها یا اکثر آشپزخانه ها این کتاب مستطاب آشپزی حضور داره. آشپزی را از داخل زندان آموخت و در طول زندگی خودش هم به این کار مشغول بود. مرد زنده دلی بود، یادش گرامی باد. اما خبری رسید که مردم ایران صاحب قران شدند دیگر باره و تومان و قران جایگزین اسکناس ها شده یا می شود. جمع گذشته در جلسه هیئت دولت تأکید شد که پول ملی ما تومان بشه. این اقدام به خاطر این بوده که نمایندگان مجلس هم با کلیات حذف 4-0 از پول ملی موافقت کردند و واحد پول ایران را
تومان تصویب کردن نمایندگان مجلس و به این ترتیب هر 1000 تومان فعلی 1 تومان بعدی خواهد شد و هر 1 تومان بعدی 10 قران خواهد شد و اسکناس های 2000 تومانی سکه های 2 تومانی خواهد شد، اسکناس های 5000 تومانی هم سکه های 5 تومانی. کار درستی است که انجام گرفته، زمانی هم مدتی هم طول خواهد کشید. و اما موارد دیگری که باید امروز به اون اشاره بکنیم، سر صفحه به دست ما رسیده اظهارات آقای فرهاد دژپسند هست که گفته که 400 میلیارد تومان به بورس اضافه شده با اقداماتی که انجام گرفته و ایشون از راه اندازی بورس املاک و مسکن در آینده نزدیک خبر داده. در بورس خیلی اتفاقات داره میفته و مخالفان و موافقانشون همچنان دارن مطالبی در این مورد می نویسن. سرمقاله نویس ما خانم شیرین نوری هم سرمقاله امروز روزنامه آسیا رو به این موضوع اختصاص داده که مطلب خواندنی است. شاخص بورس هم امروز 22902 واحد افزایش پیدا کرده و دلار 16200 تومان و یورو هم 17420 تومان خرید فروش می شده. هر سکه طلا امروز با اندکی افزایش 6,521,000 تومان خرید و فروش می شده و هر اونس طلا در بازارهای جهانی به گزارش دیجی گولد با 7 دلار افزایش به 1,707 دلار رسیده. و اما مالیات خانه های خالی جدی داره میشه و پروانه اصلانی مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته امسال حتما مالیات بر خانه های خالی اجرایی خواهد شد. این اتفاق هم میتونه یک انقلاب در این موضوع در این کار ایجاد بکنه. و اما صاحب خانه ها حق ندارن مستاجران خودشون رو بیرون بکنن. اینو آقای قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک گفته و گفته که باید تا 2 ماه تمدید بکنن خود به خود و گفته که هیچ دادگاهی در این ایام برای تخلیه واحدهای مسکونی حکمی صادر نکرده و نمی کنه. و ما یادداشت سر صفحه نوشته داوود حشمتی است به موضوع برجام پرداخته. ایشون نوشته در برجام سازوکاری وجود داشت که می گفت که اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند، کشورهای عضو برجام می توانند قطعنامه ای را به شورای امنیت برده و ایران را محکوم بکنند. و بعد اضافه می کنه که بر این سازوکار نام مکانیزم ماشه گذاشتن و بعد نتیجه می گیره در حال حاضر ایران تعهدات برجامی خود را اجرا نمی کند، هم میزان غنی‌سازی افزایش یافته و هم ذخایر ما از سطح تعیین شده در برجام بیشتر شده.